به نام خدا و با عرض سلام به خبرهای هفته شام از یک خوش آمدید. من احمد شاشا کهمند. وزارت معادن و پترولیم قرارداد ساخت کارخانه تولید سمنت در منطقه یتیم تاق ولایت جوزجان را با یک شرکت ترکی به امضا رساند. سرپرست وزارت معادن و پترولیم در مراسم امضای این قرارداد گفت که با ساخت این کارخانه برای بیش از 1000 تن به گونه مستقیم زمینه کار فراهم می شود. دولت استرالیا به صندوق بشردوستانه افغانستان به منظور کمک به آسیب پذیرترین افراد در این کشور بیش از 1 میلیون دلار آمریکایی کمک کرده است. این در حالی است که استرالیا از زمان تأسیس صندوق بشردوستانه افغانستان تا کنون بیش از 75 میلیون دلار استرالیایی به این صندوق کمک کرده است. رهبر امارات اسلامی با صدور فرمانی از مسئولان نهادهای دولتی خواسته است تا از محصولات داخلی کشور استفاده کنند. شیخ هبت الله آخوندزاده بر مسئولان وزارتخانه ها و اداره های دولتی تأکید ورزیده تا برای بازرگانان در گذرگاه ها و بزرگراه‌های کشور سهولت های لازم را فراهم کنند. وزارت امر به معروف و نهی از منکر می گوید که در یک سال گذشته بیش از 30 خانه مسکونی و موترهای شخصی را که در تصرف اعضای امارت اسلامی بود دوباره به مالکانشان سپرده است. سخنگوی این وزارت افزوده که تلاش ها برای بازگرداندن تمامی جایدادهای شخصی به مالکانشان از سوی این وزارت جریان دارد. برخی از مسگران در کابل میگویند که صنعت مسگری در حال نابودی است. آنان میگویند که مسگری در گذشته ها رونق خاصی داشت اما اکنون در حال فراموشی قرار دارد. این مسگران از حکومت سرپرست خواهان توجه جدی در این مورد و در موردهای صنعتی در کشور شدند. نجیب الله حقانی سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی در مراسم گشایش مرکز توزیع گذرنامه در ناحیه دوم شهر کابل گفت که این وزارت برای حل چالش‌های شهروندان در زمینه گرفتن گذرنامه شماره خدماتی 199 را به ارزش 8 میلیون افغانی فعال کرده است. در همین حال رئیس عمومی شرکت اماراتی افغان پوست هدف از ایجاد این مرکز را فراهم سازی سهولت برای شهروندان به منظور دریافت گذرنامه می‌داند. یک نمایشگاه علمی و فرهنگی در لیسه افغان‌ترک ولایت هرات برگزار شده است. دانش آموزان در این نمایشگاه نزدیک به 200 گونه کاردستی خود را به نمایش گذاشته اند. مسئولان محلی در شهرداری چاریکار از تکمیل شدن کار بازار زیرزمینی در مرکز این شهر خبر می‌دهند. شهردار چاریکار می‌گوید که پس از نزدیک به 6 سال اکنون کار ساخت این بازار به پایان رسیده است. در همین حال باشندگان پروان با استقبال از تکمیل شدن کار این بازار می‌گویند که حالا بدون دشواری اجناس مورد نیاز خود را از اینجا تهیه می‌کنند. و اما در مهمترین خبری از جهان هم این که نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد به ایران هشدار داد که اگر برای نظامیان آمریکایی در خاورمیانه یا اسرائیل تهدید ایجاد کند یا با پیامدهای سختی روبرو خواهد شد و تأکید کرد که واشنگتن در دفاع از خود هیچ تأخیری نخواهد داشت. نماینده ایران در سازمان ملل اسرائیل را به نقض قوانین جهانی منشور سازمان ملل متحد متهم کرد. پایان خبرهای ساعت 7 از تلویزیون 1. از توجه و همراهی شما سپاسگزار. وقتتان بخیر. خدا نگهدار.